Se de mamía. Vale. Ok. با سلام خدمت دوستان مجدد من بهزاد آدینه هستم فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران دانشگاه هنرهای زیبا و در رشته طراحی صحنه بیش از 12-13 تا شاید بیشتر کمتر فیلم کار کردم در ایران در کانادا فیلم کوتاه ساختم بیش از 14-15 تا نمایشگاه عکاسی و در واقع ویژوال آرت در پرفورمنس آرت در تورنتو و ایران داشتم عرضم به حضورتون بیش از 15,000 دقیقه برنامه تلویزیونی کار کردم شامل سریال و برنامه های مختلف تا قبل از اومدنم تئاتر کار کردم در کانادا و ایران چیز بود 10-12 تا و خدمت عرض کنم دیگه همین و مدرس دانشگاه الزهرا و دانشگاه صدا و سیما و فوق لیسانس دانشگاه هنر البته بیشتر بحث پایان نامه ای بود. خب بریم سر بحثتیم. یه چیزی رو که اول توضیح بدیم این که زمانی که سینما شکل گرفت اون برادران لومیر، ادیسون و هر کدومشو که بخوایم مخترع سینما بدونیم شروع کردن به این کار و فیلم سازی در واقع با مستند و ارائه در دیوار، راه آهن، شهر، مردم، اتومبیل‌ها، قطارها نشون داده شد بعد از این تکرار شدن همه اینها خسته کننده شد و یک عده آدم به این فکر افتادن که خب چگونه می شود حالا یه چیز جدید را انداخت و اون داستان رو وارد سینما کرد که اونجا بود ضرورت پیدا کردن نمایشنامه ها و تئاتر خیلی به کمک این مسئله اومد و نمایشنامه در واقع بازیگر میزانسن طراحی صحنه اونجا اومدم به ادامه حیات سینما کمک کردم و اونجا همه عناصری که عرض کردم ضرورت پیدا کرد و ادامه پیدا کرد چیزی که در واقع طراحی صحنه به آیا چه ضرورتی هست که نیاز هست به وجود طراح صحنه و یا طراح صحنه کیست و طراح صحنه چیست بهتره بگیم به این سوال جواب بدیم ما نمیتونیم داستانمون رو در یک خلا رها بکنیم شخصیت هامون رو در یک خلا رها بکنیم و نیاز داریم که این شخصیت های ما جای پاشون مستقر بشه بحثم از این صحبت یه تئوری مختصر در مورد طراحی صحنه است. پس طراحی صحنه در واقع یک ضرورت بلا منازع است در سینما. چرا که در خود هالیوود هم وقتی که میخواد یه اتفاقی بیفته یه پروداکشنی شکل بگیره یا یه فیلمنامه‌ای دست گرفته بشه توسط یه کمپانی تهیه کنندش که انتخاب شد کارگردان که انتخاب شد دومین حرکت پیدا کردن یک طراح صحنه است. چرا؟ چون اگر فضای وجود نداشته باشه نه کارگردان میتواند میزانسن بدهد نه فیلمبردار میتواند حرکت در آن فضا بکند و نورپردازی بکند. طراح صحنه در واقع کسی است که همونطور خانمم یادآوری کردن اشاره استفاده کردن طراح صحنه که از زیباترین بخش‌های سینماست از نظر من به همون راحتی میتونستم برم کارگردانی بخونم در دانشگاه اما فکر کردم تنها رشته ای که احتیاج به آموزش دانشگاهی داره طراحی صحنه بود و این کار رو کردم طراحی صحنه ترکیبی از همه هنر هاست ترکیبی از عکاسیه ترکیبی از سینماست ترکیبی از تئاتر ترکیبی از هنرهای تجسمیه ترکیبی از معماریه ترکیبی از طراحی صنعتیست و این برای من جذابیتش چند برابر میکنه از این جهت ما احتیاج به یه فضا داریم طراح صحنه کسی است که فضا و زمان رو برای ما به وجود میاره در این
این یه توضیح مختصری در مورد صحنه. البته چیزی هم عرض بکنم، تفاوت خلق صحنه و فضاها و معماری ها در واقع به طور موقته، به طور دائمی می شود آن چیزی که ما توی زندگی می کنیم، یعنی شهر میشه، در واقع ساختمان ها میشه. اصولا طراحی صحنه برای به وجود آوردن بصری یک فیلم چند راهکار داره، یا اینکه کلا فضا رو از صفر تا صد خلق میکنه، یا اینکه یک فضای موجود رو پیدا میکنه، همون کاری که هالیوود کرد در واقع. وقتی هالیوود بعد از اینکه در واقع شروع کرد استارت فیلم سازی به وسیله نمایشنامه و داستان رو زد، بیشتر در استودیوها کار کردن و فضاهاشون رو خلق میکردن، اما بعد از یه مدت از این فضاها خارج شدن و اومدن بیرون. و چیزی که وجود داره، یا خلق میکنه 100%، یا انتخاب میکنه فضای موجود رو و درش دخل تصرف میکنه و در راستای تم و مود کار استفاده خواهد کرد، و یا میاد فضای در واقع ترکیبی کار میکنه. و مورد سومش که الان خیلی رسوده، ویژوال افکت هستش. در قدیم ویژوال افکتی وجود نداشت و راهای در واقع کاری که میکردن از گلاس شات و ماکت شات و این چیزا استفاده میکردن برای ایجاد افکتایی که مایل بودن که تاثیر بذاره و بودجه هاشون اجازه بهشون نمیداد که هزینه های سنگین بکنن. این کار رو با گلاس شات یا ماکت شات انجام میدادن، حالا با یه سری روتوشایی. و یا اینکه ما میگیم مثل فیلم هایی که امروز میبینیم ترکیب همه اینها باشه، همه این چیزهایی که عرض کردم. خب این یه توضیح مختصر از طراحی صحنه. چیزی که وجود داره اینو ما باید بپذیریم، هر فیلمی واقعیت های خودش رو میسازه. اینو من نمیگم، هالیوود میگه و خیلی های دیگه. فیلم واقعیت های خودش رو، ما با واقعیت بیرونی کار نداریم در سینما، ما واقعیت جدیدی رو باید خلق بکنیم. چیزی که وجود داره، من این فیلم رو مثال آوردم که دوستان ببینن، به خاطر ترکیب 4 تا عنصری بود که طراح صحنه کار میکنه، برای همین انتخابش کردم. که یعنی اینکه یا فضای 100% میسازد، یا انتخاب میکند، یا ترکیبی کار میکنه، ترکیب همه این موارد با هم. در واقع آن چیزی که منو جذب اینسپشن میکرد و کرده، در واقع موضوعی بوده که ما به همه چیز شک بکنیم، به لحاظ مفهومی هیچ چیز واقعی نیست. این چیزیه که داره فیلم به ما میگه. حالا یه سری معلوم متوجه هستم، خیلی از دوستان، من خودم یعنی یکی از طرفدار نو سینما نیستم. من اگه بخوام تو سینمای خودمون مثالی بزنم، من چون سینمای دوست دارم، من سینمای شهید سالس رو دوست دارم بدون برو برگرد. اما این مثال رو دارم میزنم چون این فیلم متعلق به زمانی است که ما درش زندگی میکنیم و عناصری که داره. بله بونوئل هم هستن، همه اینا رو ما دیدیم، اما این ترکیبات عناصری که عرض کردم در فیلم‌های بونوئل و یا دوستان دیگه کمتر دیدی و جایگاه خاص‌تری داره. من اینطوری عرض می‌کنم، حتی در مثال سینمای خودمون رو بزنم و شهید سالس رو مثال زدم و ضرورت طراح صحنه برای هر فیلمی رو دارم می‌خوام عرض کنم با این گفتم، اینکه شهید سالس به نظر من در سینمای موج نو، یکی از بنیانگذاران سینمای موج نو ایران هستش، در طبیعت بیجانش طراح صحنه داشته. من کارگردانی رو در ایران نمی‌شناسم که سینمای اینقدر شخصی داشته باشه مثل شهید سالس. اما شهید سالس طراح صحنه داشته، نه طراح صحنه که برای ساخت و ساز استفاده بکنه، بلکه برای اندیشه‌های خلاقش. و اون کسی نبود جز مرتضی ممیز. حالا نمی‌دونم دوستان می‌شناسن مثال‌های آدمایی رو که می‌زنم خدمتشون یا نه. مرتضی ممیز در واقع پدر و بنیانگذار گرافیک ایران هست. برای همین طراح صحنه یکی از ضرورت‌های
سینما هستش. حالا اینسپشن آن چیزی که برای من وجود آورده و ایجاد کرده این لایه های در بلاز مفهومی، این که من دوچار شکشم به همه چیز، و همونطور که میدونی شک مقدمه شناخته. این که آیا به قول یه عارفی از عارف قرن هفتمیست، از خونش میزنه بیرون شمع روشن میذاره که شب برمیگرده، که وقتی شب برمیگرده خونش رو بتونه تو خونه رو ببینه، وقتی برمیگرده در خونش در رو باز میکنه باز شمع خاموش کرده، وارد خونه که میشه همه چیز رو دنبال شمع که میگرده هر چیز رو لمس میکنه، دوچار شک میشه که آیا همه چیز واقعیه، این خونه منه، من اشتباه نیامدم توی خونه، و دوباره برمیگرده بیرون و دوباره میره داخل، دوباره شک میکنه که این خونش هست یا نیست، و به هزار زور شمع رو پیدا میکنه و روشن میکنه و میبینه نه، خونه خودش هست. این شک بسیار مهم هستش برای من، و اینسپشن این حس رو به من یه مقدار منتقل. من کار به فعلا به تکنولوژی و اینا رو فیلم کار ندارم فعلا. اون مرحله بعد، اون عارف وقتی که شمع رو روشن میکنه میبینه نه، خونه خودشه. بعد میگه نکنه این خورشیدی که بالای سر ماست اینم دروغه و ما دچار توهم هستیم. برای همین اینسپشن یک حس شک و تردید به دنیای پیرامون هم به من میده. اینکه آیا این دنیایی که من الان در زندگی میکنم واقعیه، یا به قول مارگوت بگر حقیقتگرا نیز دچار رویا میشود، رویای زندگی بهتر. دوباره بر میگرده حقیقتگرا به واقعیت که بتونه همیشه مسافر نیکبخت و رویاهاش باشه. در واقع مارگوت بیگر 60 سال پیش این شعر رو گفته و آقای نولان تازه متوجه. اینا رو همه من میدونم، اندیشه حرف نولان حرف جدیدی نیست، اما به لحاظ بصری تلاش کرده ترکیبی از هالیوود انترتینمنت و مفهوم باشه. یکم این منو به خودش جذب کرده که چگونه تکنولوژی میتونه در خدمت اندیشه باشه. یادمون باشه معماری تأثیر بر در واقع یک طراح اگه بخواد به تم کار کمک کنه، به تم یه فیلم کمک کنه، توسط معماری به شخصیت پردازی کمک و پراپس و سایلی که در اون خونه هستش و هر جایی میتونه باشه. شما میتونید دوربینتون رو در یک محیطی عاری از بازیگر حرکت بدید و من از وسایل پراپسی که تو اون خونه هستش، اشیایی که تو اون خونه هستش، تشخیص بدم چه کسی تو اون خونه داره زندگی میکنه. در واقع پس ما به وسیله معماری و اشیا به شخصیت پردازیمون کمک میکنه، و به وسیله نور، بافت و تکسچر، حالا اینها به مودمون کمک میکنه، به وسیله نور، رنگ و بافت. پس حضور و قدرت من دارم ترکیبی صحبت میکنم، یعنی یه جایی به نولان میزنم، یه جایی هم از خود طراح صحنه صحبت میکنم. پس وقتی که نولان داره این شک رو در دل ما میندازه که چه چیزی واقعی است، نگاه کنید، میاد شهر، ما یه شهر داریم که پاریسه، ارائهش میده، و پاریسی است که با نمیدونم میدنایت این پاریس وودی آلن بسیار متفاوته. در میدنایت وودی آلن اصلا شهر مهم نیست، اسمش فقط پاریسه، در واقع آدم هایی که تو اون شهر زندگی میکنن مهم هستن. اما نولان میاد چه کار میکنه؟ نولان میاد در واقع ما رو به درون شخصیتاش میبره. اصولا یه تعریفی در مورد شهر میگه، میگن شهرها انبوهی از آمال و آرزوها هستن، آمال و آرزوهای بشری هستن. شهرها برای این به وجود اومدن
وقتی شما یه شهر رو میبینید انبوه آرمان آرزوهای آمار آرزوهای بشری هستن که تو اون شهر زندگی میکنن و شهر رو وجود اومده، همونطور که خونی که شما تلاش میکنید در حد توانتون برای خودتون دلپذیر طراحیش بکنید، رنگ بزنید، فرمش رو انتخاب بکنید و همه چیز که اون بشه در واقع آرمان شهر شما. و ترکیب همه این آرمان شهرها، آرمان خانه ها ترکیب شده و این شهرها به وجود آمدن. وقتی که نولان میاد آینه ها رو انتخاب میکنه، آینه یه مفهوم ظاهری داره. یاد اون باشه بنا و زیربنای طراحی و بنا و زیربنای طراحی در سینما نمادگرایی است. یعنی ما باید از ظواهر اشیا عبور بکنیم و به مفاهیم پشت اشیا برسیم. و این احتیاج به زمان، مطالعه و دقت داره و روانشناسی داره. برای همین عرض کردم شما ممکنه هر شیئی در خونه، یعنی آن چیزی که در خونه شماست کوچکتر، حتی نوع کبریتی، فندکی که دستتون میگیرید میتونه به من کمک کنه شما داره چه شخصیتی هست. نولان پاریس براش یه بهانه است. ما برداشت‌های مختلفی رو از شهرهای مختلف داریم. نمیدونم چقدر سفر میکنید و اهل سفر هستید و یا کشورهای مختلف رفتید. اما اولین فیلمی که خودم من در تورنتو ساختم به نام First and Last Seed که فقط در سابه تورنتو میگذره و در ترام هستش، اولین حس من در برخورد و نشستن در سابه تورنتو بود حدود 22 سال پیش. احساس کردم انسان‌ها در خلا هستن و تلاش کردم اونو به تصویر، 4 سال بعد تونستم به تصویر بکشونمش. یا اینکه ما یه برداشت ظاهری داریم از هر شهری، یک ضرورت فیلم داریم. برداشت‌های ما از هر شهری متفاوت است با ضرورت‌های فیلم. فیلم ضرورت‌های خودش رو می‌خواد. دنیای همونطور که عرض کردم دنیای خودش رو می‌سازه فیلم. برای همین شما در فیلم 7 از فینچر منهتن نیویورک نمی‌بینید. شات‌های فوق‌العاده بسته. اونم یه فیلم فلسفی عرفانی است در واقع امروزی. به شکل امروزی. برای همین هر کسی نگاه خودش رو به شهرها داره. من مثلا بعد از 22 سال در کانادا زندگی کردم، این برای یکی از دوستان آرشیتکت کانادایی صحبت می‌کردم، گفتم حسی که معماری کانادا به من میده حس موقتی است. احساس میکنم همه چیز موقتیه. احساس میکنم تمام این خونه ها، شاید نمیدونم از بک‌گراند کاری من میاد، احساس میکنم همه خونه ها دکور هستن. اما وقتی شما به پاریس سفر میکنید و یا تو ایرانی که خود زندگی کردیم، متریالی که تو ساختمان استفاده شده سنگه. سنگ یک حس دیگه به من میده. وقتی که یه بحثی در مورد بافت و تکسچر در طراحی هستش، ما باید یکم صحبتام داره پراکنده میشه، اما دارم میخوام بگم برداشت های شخصی ما از هر شهری با ضرورت های یک فیلم متفاوته. ما باید دنبال ضرورت های فیلمنامه‌ای بگردیم. برای همین ما صدها فیلم در مورد پاریس دیدیم، اما پاریس های مختلفی داره ارائه میشه. حتی در فیلم خود گودار که اخیراً هم فوت کردن، وقتی شما فیلم اولین فیلمش رو داری میبینید، داره به پاریس مثل یک از این فیلمسازهای مبتدی که حتما برج ایفل رو نشون بده تا شما احساس کنید پاریس هستش، داره برخورد میکنه. اما تو اینسپشن داره تلاش میکنه، اگه اومده پاریس رو انتخاب کرده برای این، به خاطر اینکه ببینه پاریس چه توانمندی های شهری داره که میتونه در خدمت فیلم باشه. یکی از توانمندی های شهری پاریس، میدونی که بلوک بلوک بودنشه، بلاکه، همش بلاک بلاک.
در صورت که مثلا لندن معماری شهریش دایره شکله، حتی حوزه های شهرداریش هم تابع اون دایره شکل بودنشه. پس شناخت معماری که در خدمت فیلم باشه مهم هستش. حالا ایدازه نداره که نمیدونم تورنتو هستش، دانتان تورنتو هستش، یا نمیدونم پاریس هستش. باید ببینیم چه معماری شهری و فرمی بافتی در خدمت کار میتونه قرار بگیره و به مفاهیم و تم ما میتونه کمک بکنه. وقتی آینه رو میاری میذاره، در واقع ما رو داره به اندرون خودمون دعوت میکنه، هزار توی خودمون دعوت میکنه. همچنین این که فیلم داره اینو میگه، در واقع لایه های درونی خودتون رو باید کشف بکنید. پسر دیکاپریو همش درگیر رویای همسرشه و همیشه تو همه رویاهاش حضور داره. هر جا که میره، هر چه عمیق‌تر میشه اون حضور داره. تا کی؟ تا زمانی که دختر، اون دختری که به گروهشون جوانی، دختر جوانی که به گروهشون پیوسته، تیر بهش میزنه و میکشتش در واقع. چکار کنید که اونو به واقعیت برگردونید. شما وقتی نگاه بکنید بعد از اون تیر زدن، هر دوشون کنار یه ساحل پیدا میشن و وقتی میان، اون برج ها و آپارتمان هایی که همه مخروبه هستن، در واقع اینها رویاهای قدیمی ما هستن که شروع میکنن به ریزش کردن. و اونجاست که دیکاپریو، در واقع شخصیت دیکاپریو، شروع میکنه به واقعیت‌های زندگی برگشتن. تا نتونه اون گذشته و آن چیزی که در اندرون رویاهاش هستش باشون کنار بیاد، یا ترکشون بکنه یا تقویتشون بکنه، نمیتونه جلوتر رو ببینه و آزاد و رها بشه. در واقع بیشتر اون معماری‌ها همش CGI و ساخته شده است. اگه توجه بکنید پشت سرش شهرهایی که البته اونا هم همه CGI، پشت دریا وقتی نگاه میکنید همه بناهای برج‌های سر به فلک کشیدن. اون برج‌ها در واقع آرمان‌ها و آرزوها و رویاهای دیگران هستن و همه ما هستن. در فیلم گیم وقتی که شخصیت اصلی مایکل داگلاس خودش از اون طبقه آخر اون برج میندازه پایین و به اون نقطه میرسه، اون برج الکی شکل نگرفته. اون برج در واقع تمام طبقات خواسته ها و آمال و آرزوهاش هستش که از اون به زیر میفته و میشکنه، مثل همون شیشه که روش شکسته. برای همین ما هر آن چیزی که در فیلم میبینیم به عنوان نماد استفاده میشه، نه به عنوان اینکه خب حالا ساختمانی بوده و افتاده. فیلم واقعیت خودش میسازه و نمادگرایی به عنوان اصلی ترین و زیربناترین سبک در سینما هستش، مخصوصا در طراحی صحنه. فعلا تا اینجا بس. سوالی هست؟